دلیل وسعت قابل توجه 300 هکتاری که بوستان ولایت در جنوب غربی تهران داره، محل مناسبی است که با حداقل ازدحام و کاهش در واقع زمان معطل شدن هم اجزام، به خصوص با استفاده از ظرفیت خودرویی، چون بسیار از این افراد معمر و سالخورده امکانی که بخوان پیاده شن یا وسط پیاده بخوان به مراکز بهداشت مراجعه کنن وجود نداره. بنابراین این امکانات و تسهیلات به شکل خیلی خوبی صورت گرفته. اگه در گزارش داده باشید در خیلی رضایتمندی خیلی خوبی هم در افرادی که اینجا مراجعه کردن باشه. از آن در مرکز بهداشت جنوب تلاش بسیار ارزنده‌ای کردن، تیم بسیار خوبی رو اینجا طراحی کردن، تیم مجرب واکسیناتور و سپاد که خوشبختانه اکثرا افراد مجرب و با تجربه هستن، چون این کار برای واکسیناسیون در خود و برای خیلی تجربه بالاتری از مراکز مختلف. در کنار بحث خودرویی که امروز راه اندازی شد، یک مرکز خیلی مستقل جدی هم استقراری وجود داره که افرادی که به صورت پیاده مراجعه میکنن در اونجا هم در واقع از اون امکانات استفاده میکنن. بنابراین در اینجا ما در بوستان ولایت دو بخش، هم خودرویی هم غیر خودرویی رو اندازی شده که حجم زیادی است. همین دیروز تا الان بالا بر 1900 واکسیناسیون انجام شده. در روز جمعه که در واقع به صورت آزمایشی مجموع رو اندازی شد، حدود 990 نفر از شهروندان عزیزمون اینجا واکسینه شدن. به هر حال نشون میده که استقبال و اقبال نسبت به این بوده. رضایتمندی هم که دوستان کسب کردن بسیار بالا بود. نکته بسیار مهمی رو که من خدمت شما عرض می‌کنم، فعلا برای اینکه رسانه محترم هم توجه بکنم، ما ازدحام غیر ضرور رو نداشته باشیم، بر اساس سند ملی و اعلام وزارت بهداشت امروز شامل در حال حاضر ما در گروه سنی 75 سال به بالا رو خواهیم زد. برای من عزیزانمون که در گروه سنی پایین‌تر هستن حتما در روزهای آتی نوبتشون خواهد شد، از طریق رسانه‌ها و مراجع رسمی اعلام خواهد شد. برای افرادی که در گروه سنی زیر 75 سال هستن، من خواهش می‌کنم که مراجعه نکنن، چون بالاخره صحنه واکسن برای این گروه های سنی دیگه در نظر گرفته شده. افراد مراجعه می‌کنن، ساعت متمادی ممکن معطل بشن، بعد معلوم میشه که در مصداق سنی نیستن. برای من خواهش هم مجدد از همه شهروندان عزیز این هستش که همونطوری که از دیروز هم از طریق رسانه‌ها از جمله رسانه جمعی اعلام شد، فعلا گروه سنی 75 سال به بالاست. خب طبیعتا بخشی از افراد بالای 80 سال هم در واقع هنوز واکسیناسیونشون انجام نشد، حالا یه به دلایل مراجعه نکردن، اونها هم کماکان سهمیشون محفوظه. بنابراین در حال حاضر فرایند واکسیناسیون در استان تهران از جمله در مراکز مثل بوستان ولایت شامل گروه سنی 75 سال به بالاست. ما تقریبا در تهران در حال حاضر بر اساس گزارش که دیروز معاون محترم بهداشت دانشگاه ارائه دادن، بالغ بر 75 تا 80 درصد افراد بالای 80 سال رو زدیم. برخلاف کل کشور که جمعیت 75 تا 80 سال در کل کشور از جمعیت بالای 80 سال کمتری، ما در کشور جمعیت 75 سال به بالا حدود 900 هزار نفر هستند و جمعیت 80 سال به بالای ما تقریبا 1.5 میلیون هزار نفر هستند. اما در تهران ما جمعیت 75 سال تا 80 سالمون نسبت به کشوری مقدار کثیرتر هست. بنابراین پیش بینی می‌کنیم در این دوره نسبت دوره قبل مقدار ما با ازدحام بیشتر از مراجعین روبرو باشیم. به همین دلیل من تاکید کردم صرف افراد 75 سال به بالا مراجعه کنند. انشاءالله که با راه اندازی مراکز تجمیع که اشاره فرمودین، که ما به نظر میسه که در دانشگاه علوم پزشکی تهران دوستان در تدارک 20 در واقع مرکز تجمیع هستن که یکی از بزرگترین و مجهزترینش همین مجموعه بوستان ولایت هست که راه اندازی شده. پیش بینی ما هست که از سه شنبه به این ور مراکز تجمیع ما مراحل نهایی استقرارش با کمک از آن انجام بشه و انشاءالله ما شاهد این باشیم که بخش زیادی از فرایند واکسیناسیون رو از مراکز متعارف بهداشتی به مراکز تجمیع ارجاع بدیم. چه واکسنی؟ استرازنکا.